برای بررسی بیشتر این اخبار همراه هستیم با همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو. علی، امام جمعه تهران میبینیم که هر روز برای پوشوندن دروغش درباره سند زدن این باغ به نام مؤسسش هر روز داره یک دروغ جدید دیگه میگه. واقعا این دروغ‌ها تا کی ادامه خواهد داشت؟ ببین، در نظامی که فساد سیستماتیکه و سازمان یافته است، دروغ یه امر رایج و پیش پا افتاده است. یعنی اینکه فقط آقای صدیقی نیست که داره فساد مالی و اقتصادی و دروغ میگه و به کارش ادامه میده. در همین چند ماه اخیر اگر نگاه بکنیم، ما همین اخیراً مهدی خاموشی رو داشتیم، رئیس اوقاف، که یک زمین وقفی خیلی بزرگ در قزوین رو به نام عروسش کرده بود. خب این افشا شد، خبرش منتشر شد، بسیار بازتاب داشت، اما شاهد برخوردی با اون نبودیم. یا همین اخیراً داشتیم که امام جمعه مشهد احمد علم الهدا ماهیانه چندین میلیارد تومان به حسابش میره به اجاره موقوفات مسجد گوهرشاد. وقتی هم ازش پرسیدم گفت اصلا من خبر ندارم. خب کسی که میلیاردها تومان در ماه تو حسابش میاد و از اون خبر نداره، یا دروغ میگه یا انقدر پول به حسابش میاد که این میلیاردها دیگه چیزی نیست. یا فساد چای دبش رو داشتیم که 3.7 میلیارد دلار بود و بر اساس گزارش‌های رسانه‌های خود جمهوری اسلامی دست کم 60 مقام دولتی در این فساد دخیل بودند. افشا هم شد اما شاهد هیچ برخوردی نبود. بنابراین اینجا فقط کاظم صدیقی نیست که حالا فسادش منتشر شده، افراد دیگری هستند که اینها هم منتشر میشه، اینها هم دروغ خواهند گفت و آب از آب تکون نمیخوره. یعنی همین الان شما یادداشت مدیر مسئول سایت رویداد 24 رو خوندی، نه استعفایی در کاره، نه عذرخواهی در کاره. خیلی عذر میخوام، مردم رو ساده لوح فرض میکنم و فکر میکنم با گفتن دروغ هایی که حتی خودشون باور نمیکنن میتونن مردم رو گول بزنن. بنابراین واقعا نباید انتظار داشته باشیم که قوه قضاییه بخواد برخورد قضایی با کاظم صدیقی بکنه، درسته؟ اگر قرار به برخورد با فساد باشه، قوه قضاییه خودش اولین جاییه که باید در واقع مورد بازرسی قرار بگیره. همین اخیراً محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه، به دلیل فساد مالی فرزنداش مجبور به استعفا شد یا برکنارش کردن به نوعی. بچه‌هاش چیکار می‌کردن؟ می‌رفتن پیش در واقع این مفسدای اقتصادی دانه درشت با این مضمون که پدر ما معاون قوه قضاییه است و پرونده رو حل می‌کنه، از اونها پول می‌گرفتن. خب طبیعتاً نمیشه که آقای کهنمویی از این موضوع اطلاع نداشته باشه، چرا که وقتی اونها از این افراد پول میگرفتن، آقای کهنمویی باید پرونده‌شون رو درست میکرد. بنابراین وقتی که معاون اول قوه قضاییه در این سطح داره فساد میکنه، خودش و خانوادش، همینجور کاظم صدیقی و پسرانش، همونجور علم‌الهدا و پسران و دامادش، همه اینها در حال در واقع لفت و لیست در حکومتی هستند که فساد در اون سازمان را یافته است و در صدر اون یک کسی مثل علی خامنه‌ای نشسته که هر وقت فسادی افشا میشه تنها میگه اونو کش ندید و نذارید مردم بفهمن، خودتون هر کاری میخواین بکنین اون پشت بکنین، بخورید ببرید ولی نذارید مردم اطلاع پیدا کنن. بنابراین نمیشه امیدی داشت به این که این فساد سیستماتیک از طریق قوه قضاییه لااقل ریشه کن بشه. متشکرم از توضیحات علی شیرازی، اینجا همراه ما بودید.